با سلام و درود به همه بینندگان و شنوندگان برنامه زورق ادبیات. به زورق ما خوش اومدید. شادی ساواجی هستم، تهیه تولید و اجرای این برنامه با من هستش. امشب دوشنبه 14 فروردین 1396 هست، برابر با 3 آوریل 2017. 67مین برنامه زورق ادبیات رو به سمع و نظر شما عزیزان میرسونیم. این دومین برنامه ما در سال جدید هست. امیدوارم که 13 به در خوبی را پشت سر گذاشته باشید و این روز طبیعت را گرامی داشتید و در واقع این روز طبیعت را با گردش در طبیعت به روز نابودی در طبیعت تبدیل نکرده باشید. هدف ما از این برنامه انعکاس صدای عالی قلم و معرفی کتاب هست. امشب همراه با شما بینندگان عزیز به آبهای قطب شمال و دریای شمال خواهیم رفت و با زورق اون به جغرافیایی از آب و برف و یخ سفر خواهیم کرد و با مهمانی به صحبت و گفتگو خواهیم نشست. مهمانی که در جغرافیایی دور دست از ایران به فرهنگ، ادب و در واقع زبان فارسی ایران اهمیت میده. مصاحبه و برنامه امشب ما با آقای عباس شکری هست. آقای شکری نویسنده، مترجم و ناشر کتاب در اسلو نروژ هستن. موضوع گفتگوی امشب ما درباره معرفی نشر آفتاب هست. سعی میکنیم تا راجع به نشر فارسی خارج از کشور هم و چالش هایی که یک ناشر فارسی زبان میتونه مواجه بشه صحبت بکنیم. در ادامه گفتگو اون هم سعی میکنیم که راجع به نشر آفتاب و کتابهایی که این نشر منتشر کرده بیشتر صحبت بکنیم. امشب همونطور که گفتم با زورقمون به نروژ و شهر اسلو میریم و گفتگو اونو با زورق نشینه این هفته آقای عباس شکری آغاز میکنیم. آقای شکری درود و سلام بر شما و سال نو رو به شما تبریک میگیم. به برنامه زورق ادبیات خوش آمدید. من هم به همه بینندگان برنامه زورق ادبیات سلام میکنم. سال نو رو هم بهشون تبریک میگم و امیدوارم در سالی که پیش رو هست صلح و آرامش جای هر نوع خشونت و جنگی رو بگیره و آرزو میکنم که به جای اندوه و اشک اندوه که بر گونه هامون همیشه می نشینه سالی که پیش رو هست سال نشستن اشک شوق بر چهره هامون باشه و کشور ما، کشور عزیز ایران ما، از هر گونه خشونت و به خصوص سانسور رها بشه. خیلی ممنون آقای شکری از حضورتون در این برنامه. ما همیشه از مهمانان که برای اولین بار در این برنامه شرکت میکنن خواهش میکنیم که ابتدا یک زندگی نامه از خودشون برای ما و بینندگان این برنامه بگن تا مخاطبان ابتدا یک آشنایی کوتاه و مختصری با شما پیدا بکنن. اینکه عباس شکری کیه، چیکار میکنه، در چه زمینه تحصیلات داشته، زندگی رو چطور گذرونده و در واقع خیلی مختصر و کوتاه عباس شکری رو از زبان عباس شکری برای ما بفرمایید. بهمن سال 1333 یا 1955 که امکه جانبیه 55 در شهر شیراز متولد شدم. تا 18 سالگی رو در همون شهر گذروندم و بعد برای سربازی به تهران و از همونجا هم برای ادامه تحصیل وارد دانشگاه گیلان شدم که اون موقع مدرسه عالی مدیریت گیلان بود و بعد تبدیل به دانشگاه گیلان شد. بعد از تمام کردن دوره لیسانس دقیقا برخورد کردیم با سال 57 که سال انقلاب بود. 10 سال نخست انقلاب رو تا پایان جنگ در ایران موندم و بعد به خاطر مسائل خاصی مجبور به ترک میهن شدم. به نروژ اومدم. در نروژ به کار معمول خودم که من در ایران رشته مدیریت مالی خونده بودم به همین کار پرداختم، ولی همیشه شوق ادبیات و خوندن کتاب
در کنار من و مثل سایه همراه من بود. یه مجله ادبی رو شروع کردم به انتشارش به نام آفتاب و 14 سال این نشریه ادبی در خارج از کشور به گوشه گوشه جهان فرستاده میشد و به داوری کسانی که اهل قلم هستند یکی از بهترین های اون 14 سال بود. نمیگم بهترین، یکی از بهترین های اون 14 سال بود. بورسیه گرفتم از تلویزیون نروژ برای ادامه تحصیل در رشته روزنامه نگاری. به هند رفتم، در اونجا هم فوق لیسانس و هم دکترای ارتباطات و روزنامه نگاری گرفتم. از هند که برگشتم باز هم به کار روزنامه نگاری ادامه دادم. در هند همچنان که درس خوندم برای رادیو فردا خبرنگاری میکردم. برگشتم با نشریه‌های مختلف و رسانه‌های مختلفی همکاری کردم. همکاری ثابت من الان با نشریه‌های خارج از کشور با هفته‌نامه شهروند در کانادا هست، ولی انگار یه چیزی من رو راضی نمی‌کرد و از سال قبل فشار سانسور رو چنان مهلک می‌دیدم که نشر آفتاب رو برای اینکه بتونیم سانسور رو دور بزنیم و اجازه ندیم که نویسندگان، شاعران، آفرینشگران هنری در ایران مجبور به خود سانسوری بشند، نشر آفتاب رو راه انداختم و تا حالا که 4 ماه ازش گذشته خوشبختانه موفق هم بودیم. خیلی ممنون آقای شکر توضیحاتتون. شما اشاره کردید که در خارج از کشور سال هاست هستید. آیا شما یک ناشر مهاجر هستید و یا اینکه خودتون رو یک ناشر تبعیدی میدونید؟ این واژه تبعید و مهاجر در واقع در رابطه با ناشر دشوار هست تعریفش. ما ناشرهای هستیم که به هر حال در ایران نیستیم. حالا ناشر این که من خودم رو تبعیدی بدونم یا خودم رو مهاجر، خب در طبعا من خودم رو تبعیدی میدونم، چون من خودم به میل خودم از ایران بیرون نیومدم، من مجبور به ترک ایران شدم. بنابراین اگر تو این مقوله و این چارچوب بخوایم نشر آفتاب رو هم تعریف کنیم و بگیم ما ناشر تبعیدی هستیم. بسیار خوب آقای شکری، چه شد که در واقع البته اشاره کردید در ابتدای صحبتتون، چه شد که به فکر باز کردن یک انتشارات فارسی زبان اون هم در شمال اسکاندیناوی افتادید؟ چه انگیزه هایی به جز سانسور برای شما مطرح بود که یک انتشاراتی رو اون هم در کشوری که شاید تعداد فارسی زبان ها خیلی کم باشه و شاید کسانی اونجا باشن که نام و نشانی از ایران نمیدونن را افتتاح بکنید؟ پیش از اینکه به کلیت تعریف و اون پرسش شما بپردازم، میدونید به هر حال الان ما در دوران انفورماتیک هستیم، در دهکده کوچک جهانی زندگی میکنیم و این دهکده کوچک جهانی هم دیگه اینکه من کجای دنیا هستم معنا رو به هیچ رسونده. بنابراین اینکه چرا نشر آفتاب رو راه انداختم، همچنان که گفتم دغدغه من مانع شدن از سانسور هست. من خودم همیشه سرباز آزادی بیان میدونم، به همین خاطر هم فکر میکردم یا فکر میکنم که یکی از راه های مقابله با سانسور این هست که نگذاریم مقامات، کسانی که در هر جای دنیا نه فقط ایران تصمیم میگیرن به سانسور، تصمیم میگیرن به اینکه به دهن و قلم روشنفکر یا آفرینشگر هنری به یه نوعی جلو دهن اون رو بگیرن، نذاریم یه چنین اتفاق بیفته. به همین خاطر انتشارات رو فکر میکردم حداقل در زمینه فارسی و انگلیسی میتونه کمک کنه، به این خاطر که بخش انگلیسیش هم به این خاطر میگم که اگر ما بتونیم آثار نویسندگان ایرانی رو به زبان انگلیسی ترجمه بشن و ما منتشر کنیم، بیشتر میتونه بین مخاطبان غیر فارسی زبان تاثیرگذار باشه و از این طریق اونها با ادبیات فارسی آشنا میشن. یه برای یک بخش قضیه بود. بخش دوم قضیه تو بخشم توی انگلیسی زبانش، میدونی که به هر حال ما نسلی هستیم که مثلا خود من 30 سال از ایران اومدم بیرون، بچه های من
به طب فارسی رو اگرچه حرف میزنن و نمیتونن بخونن و نمونه های بچه های من زیاد هستن، ولی اینها همشون با انگلیسی آشنا هستن. اگر علاقمند هستیم که بچه هامون با ادبیات فارسی آشنا بشن، حالا گیرن با زبان فارسی نتونن این کار بکنن، ولی امکان پذیر هست که با زبان انگلیسی این کار کنن. بنابراین تشویق میخوایم بکنیم دوستانی که در زمینه ادبیات آشنایی کامل دارن، به زبان انگلیسی و فارسی تسلط دارن، واقعا آثار ادبی فارسی رو ترجمه کنن به انگلیسی، تا از این طریق نسل دوم نسل سوم از ادبیات فارسی به دور نمونه و بتونه از این طریق با ادبیات فارسی آشنا بشه. بخش بعدیش هم که اهمیت زیادی داره که چرا ما شروع کردیم یا انگیزمون از شروع نشر آفتاب چی بوده، میدونید که یکی از مشکلات اساسی انتشارات سرمایه زیادی میخواد. الان به خاطر مشکل اساسی یعنی کم فروش بودن کتاب، که زبان ساده‌تر و بهترش این است که بگیم کم خواندن کتاب، متاسفانه این خوره داره جامعه رو به تحلیل میبره، موجب میشه کسانی که اگر سرمایه هم دارن در جای دیگه به کار برن، به جای اینکه بیان در زمینه انتشارات و انتشار کتاب به خصوص کار کنن. بنابراین حالا که این مشکل پیش رو هست و اما با توجه به پیشرفت تکنولوژی، انتشار کتاب بدون نیاز به سرمایه زیاد، بدون نیاز به انبار کردن کتاب امکان پذیر شده. یعنی شما میتونید، من ما یا ما دوستان در نشر آفتاب هستیم، با قراردادهایی که با سازمان‌های بین‌المللی بستیم این امکان فراهم شده که بتونیم بدون اینکه کتاب انبار بخوایم بکنیم، بدون اینکه بخوایم سرمایه گذاری کنیم، مثلا 1000 نسخه از کتاب رو چاپ کنیم و بعد توزیع کنیم، میتونستیم بدون انبار کردن اونها کتاب رو آماده چاپ کنیم. به محض اینکه مخاطب ما کتاب رو میخره، اگر کاغذیش رو میخواد باش کاغذی میفرستیم، اگر نسخه الکترونیکی میخواد باش نسخه الکترونیکی میفرستیم. بنابراین این کمک میکنه به اینکه بدون سرمایه، یا نه بدون سرمایه، به هر حال با سرمایه اندک بشه انتشارات رو راه انداخت و کتاب رو در اقصی نقاط جهان به راحتی به دست خواننده برسونیم. البته مشکل اساسی ما ایران هست، اونم به خاطر ادامه برخی تحریم ها هست که هنوز امکان پذیر نشده، و اما نشر آفتاب این امکان رو فراهم کرده که نسخه الکترونیکی کتاب در ایران هم قابل خرید باشه. آقای شکری، در اشاره ای که در گفتارتون داشتید راجع به روش های جدید ناشران در جهان، میخواستم بدونم که چه چالش ها و سختی های دیگه ای را شما به عنوان یک ناشر فارسی زبان خارج از کشور در پشت سر گذروندید و چه چالش هایی در آینده خواهید داشت؟ چالش اساسی هر ناشری در خارج از کشور به ویژه، به نظر من همچنان که اشاره کوتاهی بهش کردم، کم فروش بودن کتاب ها هست. و گفتم در نشر الکترونیکی اگرچه سرمایه زیاد نمیخواد، و اما با همون سرمایه اندک الان اون چالشی که من پیش روی خودم دارم میبینم، متاسفانه عدم استقبال کتابخانهایی هست که در خارج از کشور وجود دارن، در ایران وجود دارن. امکان فروش در ایران هم ایجاد شده و اما هنوز استقبال کم هست. هنوز گهگاه هستن کتابهایی که ما و یا دوستان دیگه، ناشرهای دیگه منتشر میکنن و اما میگن حتی سرمایه اندک خودش هم بر نمیگرده. این خوره که گفتم متاسفانه در فرهنگ ما رو به زوال میبره، به جان جامعه افتاده و مردم کتاب نمیخرن، کتاب نمیخوان. این چالشی بوده که ما پشت سر گذاشتیم و به نظرم پیش رومون هم هستش. باید طرح دیگه انگار بندازیم، یه طرح نو در اندازیم تا شاید مردم به سوی کتاب خوندن رو بیارن. من در یه جایی که صحبت میکردم مخاطبای من بالای 150 نفر بودن، گفتم کیا در یک ماه اخیر توی این 150 نفر شما کتاب خریدن؟ هیچ کس دست بالا نکرد. وقتی 150 نفر که مشتاق شنیدن صدای نویسنده و ناشر هستن،
میان یه جایی میشینن ولی هیچ کدومشون در عرض یک ماه گذشته از کتاب نخریدن، این یعنی فاجعه. بنابراین چالش اصلی عدم فروش تولیدات کتاب هست. و اما متاسفانه در جامعه مثل ایران که خب بر 80 میلیون هست، وقتی با بچه‌هایی که در ایران هستن با نویسندگان ایرانی هم صحبت می‌کنیم، میگن متاسفانه کتاب‌های خوب تیراژشون زیر 500 تا است، ولی کتاب‌های پاورقی که اسم رمان مثلا به خودشون می‌گیرن، اینها تیراژهای بالایی دارن و فروش خوبی دارن. این یعنی آسانگیری خواننده، این یعنی که خواننده نمی‌خواد فکر کنه، این یعنی که دستگاه سانسور موفق شده بخشی از خواسته‌هاش رو که اون ساده‌انگاری هست به جامعه تحمیل کنه. برای چالش بزرگی ما این هستش. آقای شکری، از این چهار ماهی که در واقع یا چند ماهی که در واقع از تأسیس نشر آفتاب گذشته تا به حال شما چند عنوان کتاب منتشر کردید و در دسترس مردم قرار دادید؟ ما تا همین امروز 16 عنوان کتاب منتشر کردیم که این 16 عنوان کتاب زمینه‌های مختلفی رو داشته، از تحقیقات، از شعر، داستان کوتاه، رمان و اون بخشی که بهش اشاره کردم، بخش ترجمه. ما اولین کتاب انگلیسیمون رو که شامل 20 قصه میشه رو تقریبا یک ماه قبل منتشر کردم. اگر لطف کنید توضیحاتی را راجع به تک تک عناوینی که و عنوان کتاب‌های کتاب حال منتشر شده را برای بینندگان ما بفرمایید. من از همون اول شروع می‌کنم. ما نخستین کتابی که ترجمه یا منتشر کردیم کتابی است به نام گذار زنان از سایه به نور. این کتاب ترجمه مشترک است از خود من و دوست خوبم خانم عصمت صوفیه، نوشته خانم آماندا فورمن هست. نگاه خانم آماندا در این کتاب که ما اسمش رو داشتیم گذار زنان از سایه به نور، نگاه سنتی به زنان نیست، یعنی فقط اون بخش تاریخ زنان رو بهش اشاره نمی کنه، بلکه اومده گشته در تاریخ نقاط روشن و درخشانی که زنان علی‌رغم فشارهای سنتی، قومی، مذهبی تونستن به طور درخشان حاضر بشن در جامعه و از درخششون تغییرات مهمی رو در جامعه ایجاد بکنن به اونها اشاره کرده. شوربختانه نتونسته این کتاب کامل خانم آماندا در بیاره. این کتاب علی‌رغم که ما دو نفر ترجمهش کردیم و نشر آفتاب هم منتشرش کرده، یه نقصان بزرگی داره و اون هم این هست که به زنان ایران نپرداخته. در تماس تلفنی هم که با خانم آماندا گرفته شد، ایشون میگفتن که من میخواستم برم ایران در مورد زنان ایران تحقیق کنم ولی به این ویزا ندادم. البته جوابش هم بود که خانم در مورد زنان ایرانی به اندازه کافی و تاریخ زنان ایرانی به اندازه کافی در فضای مجازی مطلب بود که میتونستیم به اونها مراجعه کنیم و بخش زنان ایرانی رو هم به اصطلاح در کتاب بیاریم. اما به هر حال چون نگاه نوعی هست، فقط به بخش تاریخ زنان نپرداخته، دارای اهمیت هست و گله من از کسانی که ادعای حمایت از حقوق زنان میکنند، سازمانهایی که خودشون رو فمینیست میدونند، این هست که به این کتاب نگاه نکردند. این کتاب از نگاه اونها دور موند، علی‌رغم اینکه پیش از انتشار خیلی ادعا میکرد کتاب رو منتشر کنید ما میخریم، ما تبلیغش بکنیم. به متاسفانه تعداد نسخه‌های فروش رفته این کتاب زیر 100 تا هستش. کتاب دومی که ما منتشر کردیم کتابی هست به نام روشنایی. خب ما به هر حال در شمال اروپا زندگی میکنیم، یکی از کشورهای شمال اروپا فنلاند هست که ایرانی‌ها کمتر با ادبیاتش آشنا هستند. ادبیات مثلا دانمارک در ایران خب به خصوص با اون هانس کریستیان اندرسن کاملا شناخته شده است. ادبیات نروژ با ایبسن و هامسون شناخته شده است. ادبیات سوئد هم خوب میشناسن، ولی ادبیات فنلاند در ایران کمتر معرفی شده. و دوست خوبمون آقای کیامرث باغبانی که در
فنلاند زندگی میکنن و ادبیات رو هم خیلی خوب میشناسن، همت کردن یه مجموعه شعر از یکی از شاعرهایی که نقاشی هم میکنه و فنلاندی هست رو ترجمه کردن. این خانم با سنگ ریزه ها نقاشی میکنه که به هر حال چون از نزدیکشون دیدم کارش فوق العاده است. شعری داره، یه مجموعه شعر داره که آقای کیامرث باقایی ترجمه کرده و اینقدر این شعرها جذاب هستن که زندگیات منصور کوشان یه مقدمه 35 صفحه‌ای بر شعرهای ترجمه شده فنلاندی نوشتم. کتاب سومی که ما منتشر کردیم یک کتاب به زبان سوئدی، اسمش هست آواز زخمهای خاموش، زخمهای خاموش، آواز زخمهای خاموش. این کتاب به سوئدی هست. دوست عزیزی که تبارش تبار کسوبویی هست و اما در کشور فنلاند زندگی میکنه. فنلاند میدونید دو، یه بخشش سوئدی زبانه، یه بخشش فنلاندی زبانه. ایشون چون با زبان بخش سوئدی نشین زندگی میکنه، این شعرها رو با زبان سوئدی نوشته و خوشبختانه با استقبال هم روبرو شده. کتاب بعدی ما کتابی هست به نام واهه حیران. واهه حیران یه مجموعه شعر هست از آقای حسن مهدوی. آقای حسن مهدوی منش این کتاب شعرهاشون به مسائل و مضامین اجتماعی میپردازد و به طب در ایران امکان چاپ نداشته و کتاب رو ما در نشر آفتاب منتشر کردیم. کتاب بعدی کتابی است که خود من ترجمه کردم با همکاری انستو نوبل ادبیات سوئد. من پیش از این کتاب یک کتاب منتشر کردم که ترجمه 15 سخنرانی برندگان نوبل صلح بود. انستو نوبل با من تماس گرفت و گفت که میتونید روی ادبیات کار کنید. بعد با هم قرار گذاشتیم، صحبت کردیم. اول قرار بود فقط 20 تا باشه، 20 سخنرانی رو با هم دیگه انتخاب کردیم. بعد آرام آرام تبدیل شد به 26 سخنرانی که منتخب بود از طرف من و انستوی نوبل سوئد ترجمه شده و من این کتاب رو به تریلوژی میخوام برسونم. یعنی این کتاب و دو کتابی که بعداً میاد پیش به نام دال و مدلول که سخن مصاحبه هست با 12 تن از کسانی که نوبل ادبیات رو بردن و بعد یه کتاب دیگه هست که منتشر خواهد شد، مصاحبه هست با 15 تن از کسانی که جوان هستند و اما آثار رو آفریدن که در زمینه ادبیات تاثیرگذار خواهند بود. به نظر من خوندن جادوی کلام، دال و مدلول و کتاب آخر که به احتمال قوی اسمش این خواهد بود که بخوان دریاها هم میمیرن. بنابراین این یک تریلوژی هست برای هر کسی که با ادبیات آشنا هست و میخواد که ببینه در جهان کسانی که با نوبل مشهور شدن در جهان و کسانی که جوان هستن و احتمال میره که اینها در سالهای آینده نوبل برنده بشن چگونه با ادبیات برخورد میکنن. جادوی کلام 26 سخنرانی از 26 نفر از برندگان نوبل ادبیات هست. کتاب بعدی ما از این سوی جهان نام داره. از این سوی جهان مجموعه نامه هایی هست که زندگیات منصور کوشان به دوستان و کسانی که عهد قلم هستند نوشته و در این نامه ها اشاره داره به اینکه ادبیات چیست، مشکلات به خصوص نشر چیشون. منصور کوشان زندگیات خودش هم اون جنگ زمان رو منتشر میکرد و با انتشار در خارج و مشکلات انتشارات در خارج خوب آشنا شده بود و برحال راهنمایی هایی که در نوع نوشتن میکنه به نظرم یه مجموعه فوق العاده پرباری هست که اگر کسی میخواد بدونه که نظر منصور کوشان مثلا راجع به شعر، راجع به قصه چی هست و نمیخواد همه کتاباش رو خونه، در این مجموعه نامه ها که حدود 220 صفحه میشه میتونه مجموعه و خلاصه نظرات زندیات کوشان رو پیدا کنه. کتاب بعدی که ما منتشر کردیم اسمش هست حریر مخمل بابونه. این کتاب نویسندهش مرجان ریایی هست، ساکن ایران هست
و اما کتاب به خاطر مضمون اجتماعی و عاشقانش در ایران فرصت چاپ بهش ندادند. در این کتاب مرجان ریاحی میخواد بگه که علی‌رغم همه دشواری‌های سیاسی اجتماعی که در ایران هست، هنوز هم در کویر لوت میتونه گل رز رویده بشه، هنوز هم تک درخت ها میتونن تبدیل به جنگل بشن. باید امید رو از دست نداد و امیدوار بود به سوسوی نوری که در انتهای تونل تاریک سانسور قرار داره و تونل تاریک مسائل اجتماعی ایران. باید فقط چراغ ها رو روشن کرد تا این امید برافروخته بشه. کتاب بعدی که ما منتشر کردیم اسمش هست شهر مرقدی. حسین رحمت ساکن لندن هست. این سومی مجموعه قصه هاش هست. 9 تا داستان در این کتاب شهر مرقدی هست که مخرج مشترک بیشتر قصه هاشون تنهایی انسان هست. این تنهایی به این معنی نیست که من تنها نشستم اینجا، در جمع تنها بودن حتی هست. سرگردانی انسان هست در وادی زمان، در وادی مکان. سر تنهایی انسان هست در جایی که خودش رو پیدا نمی کنه، در تنهایی انسان هست در شرایطی که مشکلات بزرگ فرصت زندگی کردن به آدم نمیده. خیلی ممنون آقای شکری از توضیحاتی که برای ما دادید. اگر اجازه بدید راجع باقی کتاب ها هم در ادامه گفتگومون با شما صحبت خواهیم کرد. بیشتر گفتگومون رو ادامه بدیم همراه با شما و بینندگان این برنامه. میخواستم بدونم آیا نویسندگان و شاعران جوان در داخل ایران که در واقع با سد ارشاد و سانسور مواجه هستند، چطور میتونن با شما تماس بگیرن و برای انتشار کتاب شما از طریق انتشار شما اقدام کنن؟ نه تنها دوستان درون ایران که دوستان خارج از کشور هم اگر آثار قابل اعتنایی دارن، وقتی میگم قابل اعتنا یعنی که ما هر چیزی به دستمون میرسه چاپ نمیکنیم. یه هیئت 5 نفره است کتاب ها رو میخونه و پس از خوندن انتخاب میشه. این سانسور نیست، این محتوایی ما به واسطه نگاه میکنیم. اگر کسی چیزی داره که قابل اعتنا هست، محتوای خوبی داره و فکر میکنه که در ایران بهش اجازه چاپ میدن، ما با کمال میل میپذیریم و چاپ میکنیم. این طریقه تماس با ما بسیار ساده است. یه ایمیل به نشر آفتاب میزنن، aftab.publication@gmail.com. تکرار میکنم aftab.publication@gmail.com. کتاب ما باید ایمیل بزنن، تماس بگیرن، توضیح میدن، با کتابشو برای ما میفرستن. خوشبختانه کمیته های ما خیلی سریع کتاب ها رو میکنن، ظرف مثلا ماکسیموم 20 روز و پاسخ بدین سنده میدن که آیا اون کتابی که برای ما فرستاده شده انتخاب میشه برای چاپ یا نه. بنابراین تماس با ما یه ایمیل زدن به ما هست و ارسال اثر یا نوشتهشون به ما تا ما با همدیگه تصمیم بگیریم، با همدیگه اگر نیاز به ویرایش باشه ویرایش بشه و بعد منتشر بشه. خوش متاسفانه یکی از دشواری هایی که ما باش رو برو تو این فاصله شدیم، بعضیا فکر میکنن اگر کتابشون ویرایش بشه یعنی سانسور شده. نه، اصلا ویرایش معنی سانسور میده. بریم تاریخچه ویرایش رو در جهان و حتی در ایران، بعد اون نسل پیش از من رو بریم نگاه کنید. نسل حتی نمیگم پیش از من خیلی، نسلی که الان مثلا فکر کن 70 سالشه، اینا وقتی که باشون صحبت میکنی انتشارات بزرگی مثل مثلا انتشارات امیر کبیر یا اینا، بچه هایی که نقش ویراستاری رو در اونجا بود داشتن گهگاه حتی جای فصل ها رو عوض میکردن. اگر ما میگیم این جمله درست نیست، اگر ما میگیم یه پاراگراف از کتاب اگر حذف بشه اشکال نداره، این به معنی سانسور نیست، این به معنی بهتر شدن و روانتر شدن متن کتاب هست. بنابراین دوستان عزیز ما، اگر مطلب میفرستید، اگر با ما در تماس هستید، یادتون باشه کتاب ویرایش میشه.
کتاب همون چیزی که شما برای ما میفرستید منتشر نخواهد شد. آقای شکری، سوالی که در ادامه گفتگو از شما داشتم این هست که روی آوردن شما به کار ترجمه، به کار در واقع ویراستاری و در واقع در این حوزه های مختلف حرکت کردن، شما را در واقع در مقابل یک قانونی قرار میده به نام کپی رایت. راجب کپی رایت و این موضوع، حق مؤلف، حفاظت از حق مؤلف، حق مترجم، حفاظت از حق مترجم، دوست داشتم که برای ما و بینندگان این برنامه توضیحاتی را بفرمایید. ما در نشر آفتاب تمام کوشش و تلاشمون این هست که بر اصول انتشارات پای فشاری کنیم و تمام قوانین رو رعایت بکنیم. در ترجمه اگر از فارسی به انگلیسی یا هر زبان دیگری باشه، تمام کوششمون این هست که با ناشر اون اثر در فارسی صحبت کنیم و از اونها اجازه انتشارش رو بگیریم. نمونهش همین کتاب آلایب انتیکینگ هست که ما مجبور شدیم با 9 ناشر در ایران صحبت کنیم، با 10 نویسنده صحبت کنیم که آثارشون تو این کتاب بود و از یک تک تک اینها اجازه انتشار اینها رو به زبان انگلیسی و با حق رعایت حق کپی رایت. خوشبختانه اونها از ما حق کپی رایت نخواستن، هیچ کدوم نگفتن ما از شما پولی میخوایم، فقط اجازهشو برای ما صادر کردن. همین کتابی که من با خانم اسلام صوفیه منتشر کردیم، برای با خانم آماندا صحبت شد. بنابراین تمام کوشش ما این هست که، و خب کتابایی که خود نویسنده ها میفرستن که دیگه نیاز به، یعنی برای نخستین بار نوشته منتشر میشه، اینها دیگه نیاز به اجازه نداره. و ما تمام کوششمون هست که اگر کتابی مثلا از نروژی ترجمه میشه، ابتدا حق کپی رایتش رو بگیره. همین کتاب جادوی کلام، یکی از مشکلات اساسی خود من با وجودی که تماس از طریق انستوی ادبیات نوبل بود، کپی رایتش بود که خب اینا میبایست اول با تمام اون 26 نویسنده اگر زنده بودن، اونایی که زنده بودن صحبت میکردن، حق کپی رایتش رو میگرفتن و بعد من ترجمه میکردم. ولی به هر حال ما کوشش میکنیم که تا اونجایی که ممکن هست، اگر به خصوص نویسنده یا ناشری در خارج از کشور هست که کتابش میخواد ترجمه بشه، قوانین کپی رایت رو هم رعایت کنیم. راجبه در واقع این مشکلی که شما الان خودتون اشاره کردید مواجه شدید و کتابی را در واقع ترجمه کردید که در واقع با چالش زیادی مواجه بودید برای کپی رایتش، برای مثال چه کاری را شما انجام دادید؟ به تبع شما از 26 نفر نتونستید در واقع، و در واقع امکانش هم نیست که ارتباط برقرار کنید، مجوز بگیرید. با مواردی از این دست انتشارات شما چطور رفتار میکنه؟ البته این کتاب عرب که 26 نویسنده بخواد بیاد تعداد، چون که شوربختانه دیگه در حیات نبودن. ولی یادمون باشه مشکل من در این کتاب خیلی کمتر بود، چون طرف اصلی من از انستیتوی نوبل ادبیات بود در سوئد که خود اینها کپی رایت تمام این آثار داشتن. و در این حال اینها برای فکر میکردن که چون میخواد به زبان فارسی ترجمه بشه، ما نویسندگانی که زنده هستن باید صحبت کنن. مثلا فرض کنیم با گونتر گراس، خب سخنرانیش این کتاب هست، با گونتر گراس تماس گرفت در اون موقع که هنوز زنده بود گونتر گراس، البته تماس گرفتن و ایشون با کمال میل اجازه داده بود این کارو بکنیم. مثلا با یوسا خب تماس باش گرفتن و ازش اجازه گرفتن. با خانمی که 2 سال قبل نوبل ادبیات و اهل روسیه سفید هست و ازش اجازه گرفتن. یعنی این مشکلات رو علارغم به همین خاطر است که کتاب جادوی کلام که چیزی حدود 350 صفحه هست، چیزی حدود 3 سال طول کشید، چون اجازه گرفتن از این دوستان نویسنده که در قید حیات بودن طول میکشید و باعثی که انستون نوبل اصلاح بینداش که بهتر هست که از اینا برای اجازه، برای چاپش به زبان فارسی اجازه خودشون رو هم بگیریم. و مشکل هست ولی ناشدنی نیست، همه چیز ممکن پذیر، امکان پذیر هست. خب
آقای شکری، در ابتدای صحبتتون اشاره کردید که ناشران خارج از کشور دیگه انبارداری نمی کنن و کتاب ها را در واقع به صورت تک به تک یا بر اساس سفارش در واقع تهیه و چاپ میکنن. راجبه نحوه چاپ کاغذی و صحافی کتاب ها و استفاده از ماشین آلات مدرن دوست داشتم برای ما توضیح بدید. شما تهیه نسخه کاغذی کتاب را به چه صورت انجام میدید؟ با چه ماشین آلاتی و با چه دستگاهی؟ ما خودمون به طور مستقیم این کار انجام نمیدیم. ما فقط کتاب رو که بهمون میرسه کارهای فنیشو به طور کامل انجام میدیم. یعنی کتاب صفحه پردازی میشه، کتاب براش طرح آماده میشه با یه مؤسسه در آمریکا به نام کریت اسپیس در تماس هستیم. کریت اسپیس یک ناشر جهانی هست. اینها از بهترین و آخرین دستگاه‌های انتشارات در سراسر دنیا برخوردار هستند. ما کتاب در اختیار اونها قرار میدیم با اون خصوصیات و ویژگی هایی که اونها به ما اعلام کردن. مثلا روی جلد، طرح روی جلد چه ویژگی هایی باید داشته باشه رعایت میشه. بخش داخلی کتاب اگر توش عکس هست چه ویژگی هایی باید داشته باشه اونها باید رعایت بشه. در غیر این صورت حتی اگر کوچکترین اشکالی باشه وقتی ما کتاب برش رو میفرستیم متخصصان اونها کتاب برمیگردن و میگن این اشکال هست، این اشکال رو رفع کنید. حالا وقتی کتاب ما آماده میکنیم و اونها پذیرفتن، کتاب بلافاصله در سایت کریت اسپیس منتشر میشه. اونها خودشون هم با آمازون که الان یه شرکت جهانی است طرف قرارداد هستن، بلافاصله به فاصله 3 ساعت در سایت آمازون اون کتاب منتشر آماده پخش میشه. تمام کسانی که میخوان کتاب رو بخرند یا باید به ما مراجعه کنن یا به آمازون و یا به کریت اسپیس. هر کدوم که مراجعه کنن اگر در اروپا هستن، مثلا کشوری مثل انگلیس، مثل آلمان، اینا کتاب کریت اسپیس به فاصله ماکسیموم 3 روز به دستشون میرسونه و خیلی سریع. حتی من دوستی داشتم دارم در انگلیس، میگم من امروز صبح کتابو سفارش دادم، کتاب فردا صبح شب فاصله 24 ساعت در خونه من بود و برام خیلی جالب بود که من حتی تصمیم میگرفتم برم کتاب فروشی محل اونم کتاب بخرم، شاید 3 روز دیگه میرفتم، ولی از این طریق به فاصله 24 ساعت کتاب دست من بود. بنابراین این ما نیستیم که اون دستگاه های مجهز داریم، این شرکت های طرف قرارداد ما هستن که اون دستگاه های مجهز در سراسر دنیا دارن. اونها هم نمیان که کتاب ما رو به همه دنیا بفرستن، که مثلا در هند با یک شرکت قرارداد دارن که اونها امکان چاپ این نوع کتاب های دارن و اگر کسی مثلا در هند این کتاب رو بخره در همون هند هست که به فاصله 24 ساعت یا 3 روز این کتاب رو به دستشون میرسونن. بنابراین چنانچه گفتم الکترونیک پیشرفت داره میکنه و فرصت انتشار در سطح جهانی رو هم ایجاد میکنه و ما علارغم این امکان پیش آمده هنوز متاسفانه ما در محاق کتاب خونی هستیم، کتاب خان کم داریم. بسیار خوب آقای شکری، اگر موافق باشید راجبه سایر کتاب هایی که منتشر کردید صحبت بکنیم. حدود 40 دقیقه از وقت برنامه ما گذشته و حدود 20 دقیقه تا انتهای برنامه فرصت داریم با شما. ممنون میشم که راجبه باقی آثاری که توسط نشر آفتاب منتشر شده توضیحاتی را برای بینندگان ما بفرمایید. یکی از کتاب هایی که نشر آفتاب منتشر کرده اسمش هست سبکتر از هوا، ببخشید سبکتر از نور. بله، ما در این کتاب که گزینه ای از شعرهای خانم آجیتا قهرمان هست به 2 زبان روس و اوکراین ترجمه شده، در این کتاب به 3 زبان فارسی، روسی و اوکراینی منتشر شده. بنابراین الان دوستان روس ما برای تعداد این کتاب رو برای کتابخونه‌هاشون خریدن، در اوکراین همینطور و در بخش فارسی زبانش هم به هر حال
با استقبال متأسفانه بودم کمی روبرو شد، اما در بخش اوکراینی و روسیش استقبال خوبی از این کتاب شد. مجموعه شعر خانم آجتا قهرمان است. کتاب بعدی که ما منتشر کردیم دفتر شعری هست به نام در جاده های بهار. این کتاب هم از آفرینش های خانم مرجان ریاهی هست که ساکن ایران هست. از دو بخش این کتاب تشکیل میشه، دو تا سفر هست در واقع. یعنی من بخوایم خلاصه بگیم باید که بگیم که این کتاب یه منظومه هست که در دو بخش و دو سفر متفاوت رو که در نهایت به یه همدیگه میرسن رو توضیح میده. مضمون اصلیش هم یکیش یه بخش کاملا عاشقانه است، انگار یه معشوق هست که به عاشقش نامه می‌نویسه، و اون بخش دیگه‌ش هم مضمونی است که داره در سفر به مضامین اجتماعی سیاسی جامعه ایران می‌پردازه که در همین بخش مسائل زیادی مطرح میشه که قابل تأمل و قابل نگاه است، باید دیده بشه، باید خونده بشه، و متأسفانه همچنان مدام باید بگم دیده نمیشه و خونده نمیشه. کتاب بعدی که ما منتشر کردیم همنشین باد و سایه اسمش هست. خیلی ها در خارج از کشور در داخل ایران با اسم زنده‌یاد سهراب رحیمی که فوریه پارسال در سال 2016 متأسفانه در حادثه‌ای که هنوز در بها در حادثه‌ای که هنوز در رمز راز است که چرا و چگونه این دوست شاعر ما کشته شد، یا بگیم فوت شد، برای هم چون نمیگم کشته شد چون نمیدونم آیا واقعا کشتنش، امسال که قبل از فوریه همسرش خانم آجتا قهرمان با من تماس گرفت و گفتش که یک گزینه از شعر شده فقط به زبان سوئدی ترجمه منتشر شده رو آماده انتشار کردم و میخوام برای سالگردش این کتاب آماده بشه. میدونی این کار بکنین که ما با کمال میل پذیرفتیم. سهراب زمان سربازیش زمانی بوده که جنگ ایران عراق بوده. در این کتاب که ابتدا هم فقط به سعودی منتشر کرده بوده، تجربه های خودش رو در جنگ، در دوران جنگ و در سنگرهای جنگ به شکل شعر در آورده، نوشته و ترجمه‌اش رو که ترجمه خیلی خوبی هم هست به شکل روایی، شعر روایی تعریف میشن در این کتاب اومده، و اسمش هم هست چون که گفتم همنشین باد و سایه. کتاب بعدی ما سپنتاست. دوست خوب و عزیزمون آقای کوشیار پارسی، نویسنده فوق‌العاده خوش‌قلم، ساکن هلند هستند. رمان سپنتا نوشتن. رمان سپنتا در ایران امکان انتشار نداشت، به این خاطر که به مسائل تن اولین یا نخستین رمانی است که به زبان فارسی منتشر میشه و مسائل سوریه رو مد نظر قرار داده. رمان در این حال عاشقانه هست. رمان تعریف یا توصیف و توصیف و توضیح جوانی هست که به دنبال خود گمشدهش میچرخه. علی‌رغم اختلاف‌های زیاد با پدرش، سرانجام این خود گمشده رو در پدرش پیدا میکنه. بنابراین خوندن این رمان که فوق‌العاده شیرین هست رو به همه دوستان پیشنهاد میکنه. کتاب بعدی ما که شاید لازم هست بهش پرداخته بشه، لازم هست دیده بشه، همون کتابی است که گفتم برای نسل بعدی، برای نسل دوم سوم ایرانیان مهاجر یا تبعیدی واقعا لازم هست. الیف اند کیکی، ترجمه بسیار زیبای آقای امیر مرعشی هست از 20 قصه زنان قصه نویس معاصر ایران، از 10 نویسنده 20 قصه، یعنی از هر نویسنده 2 قصه در این کتاب ترجمه شده، آورده شده. و علاوه بر این که لازم هست به خارجی ها معرفی بشه، به غیر فارسی زبان ها معرفی بشه، گفتم برای نسل بعدی ما برای آشنایشون با ادبیات لازم هست. این کتاب متاسفانه و شوربختانه با بیمهری یا کم‌مهری بخش فارسی رو برو هست. آنچه که ما از این کتاب فروختیم بیشتر انگلیسی زبان‌ها بودن که این کتاب رو خریدن. بنابراین دوستان عزیزان، به بچه‌هاتون برای نسل آینده‌تون
شما که از خارج از کشور 5 میلیون ایرانی خارج از کشور اگر اینها تبدیل بشن به 500 هزار تا خانواده و هر خانواده اگه 100 هزار تا بعد 1% کتاب بخره و برای بچه‌اش به جای عیدی همه امسال هدیه بده، بنابراین میتونه کمکی کنه به آشنایی فرزند خودش با ادبیات معاصر ایران. کیکین الایو اند کیکین از روی 20 قصه 10 نویسنده زن معاصر ایران هست. کتاب بعدی که ما منتشر کردیم سوگرنجنامه شهادت حضرت باب. این کتاب آقای علی رفیعی سرشکی به صورت نمایشنامه نوشتن، یک نمایشنامه یک پرده ای هست. در این کتاب اشاره میشه به اینکه باب برای حضورش و ادامه راهش به صلح فرد میاندیشیده، خواهان برقراری صلح و آرامش در سراسر جهان بوده. کتاب هم در همچنان گفتم آمازون نشر آفتاب و سایت کویت اسپیس هست و میشه تهیه‌اش کرد. کتاب بعدی داستانهای غریب غربت اسمش هست. نویسنده این کتاب آقای محمود فلکی هست. این کتاب ابتدا به زبان آلمانی منتشر شده، بعد ترجمه به زبان دیگه شده. خود آقای فلکی کتابو به فارسی ترجمه کرده، بعد فرستاده واسه ناشر ایرانی، ناشر ایرانی فرستاده واسه ارشاد و ارشاد اجازه چاپ به این کتاب نداده. کتاب در بخشی از کتاب در کمپ‌های پناهندگی می‌گذره و زندگی درون این کمپ‌ها رو به کنکاش می‌کشه. بخشی از کتاب زندگی انسان مهاجر، انسان تبعیدی در خارج از کشور و اون تنهایی که ازش صحبت کردم در قصه های حسین رحمت در کتاب شهر من قدیم هست، در این قصه های آقای فلکی هم نمود پیدا می کنند. برای این کتاب داستان های غریب غربت در ایران امکان چاپ نداشته، الان منتشر شده و قابل دسترسی در همون سه مرکزی که گفتم. جدیدترین کتابی که ما منتشر کردیم اسمش هست یک شب بارانی. یه داستان کوتاه هست. وقتی میگم داستان کوتاه چون یه چیز هست بین داستان کوتاه و رمان که توی انگلیسی معروف به ناول. بنابراین این قصه مضامینش اجتماعی هست. یه چیزی هست بین خواب و رویا. اون نداشته ها، اون آرزوهایی که آدم نمیتونه در عمل در واقعیت انجامش بده، دوست نویسنده اینا رو برده در خواب راوی قصه جا داده و فوق‌العاده شیوا و روان این خوابها رو تبدیل به واقعیت میکنه. این 16 کتابی بود که ما تا امروز منتشر کردیم. من دیشب کتاب بعدی رو برای کویت اسپیس فرستادم که اون هم یه مجموعه شعر هست. برای خیلی متشکر از توضیحات شما آقای شکری. میخواستم بدونم که علت اینکه رشد شما در انتشارات اینقدر سریع هست و در این چند ماه این همه کتاب را خوشبختانه موفق شدید منتشر کنید، عامل موفقیت خودتون را چطور ارزیابی و تحلیل میکنید؟ تیمی که باش همکاری میکنیم خوشبختانه با سرعت عمل میکنه. یعنی وقتی کتاب میفرستیم واسه تیمی که باید کتاب رو بخونه، نظر بده، علاوه بر همه اونها خب برها مثل خود ما، مثل من و شما هستیم. ما باید روز جا بریم دنبال کاری که یک قرص نون به دست بیاریم. این کارهایی که انجام میدیم بیشتر به اون زمانی مربوط میشه که وقت استراحت. خب بعضی‌ها استراحت میکنن، میرن توی کافه میشینن، به هر حال نوشیدنی خودشون رو نوش جان میکنن، یا بعضی‌ها دور هم جمع میشن و تخته بازی میکنن. ما این وقت رو من و دوستانم، وقتی میگم ما منظورم اونایی که توی جمهوری اسلامی میگن نیست، من و دوستانم وقت بگیر، من و دور و همکارانم در نشر آفتاب این وقت رو صرف میکنیم که کتاب ها رو بخونیم، نظر بدیم، بهش با نویسنده در ارتباط باشیم و چقدر اون ارتباطی ما با نویسنده داریم. خوشبختانه با
نظرات که از اونها به ما رسیده چقدر خوشحال هستن و اینا میگن که کمتر ناشری با آدم حرف میزنه، کمتر ناشری با آدم توضیح میده که این کتاب این اشکال داره، این اشکال هم ما میتونیم اینجور رفت کنیم، خود هر جور که میخواد رفتش بکن تا بشه روانتر بشه زبان و اینکه بهتر بشه زبان. بنابراین من فکر میکنم اگر ما موفق بودیم تو این فاصله کتاب تعداد 16 کتاب تا حالا و عملا داره تا 70 روز دوشنبه میشه 17 کتاب منتشر کنیم، سرعت عملی هست که دوستان از همون روز اول قول دادن که علی‌رغم همه کارهاشون کار نشر آفتاب رو در اولویت قرار بدن. خب میدونید برای کار طراحی جلد مشکل ترین بخش است برای ما و اما با 3 تا طراحامون که از نزدیک داریم، 4 تا طراح داریم از نزدیک کار میکنیم، اینا واقعا با کمال میل کار میکنن. دوست دارم اسمشون ببرم، آقای امیر عزتی که در فنلاند هست و مدیریت باشگاه کتاب در اختیار داره که خوشبختانه یکی از کتابخانه‌های بزرگ مجازی در سطح جهان و بین ایرانی‌ها هست. بردیا کوشان پسر زندیاد منصور کوشان هست. خانم نادیا از دوستان اهل اوکراین ما هست که فارسی زبون هست، فوق لیسانس ادبیات فارسی داره ولی به ادبیات ما زیاد علاقه‌مند هست. این دوستان وقتی که دوست آخری که فراموش کردم هادی زندیه هست. هادی زندیه جوانهای فوق العاده خوشفکر گرافیست هست که در همین نروژ و کتاب دست من هست. به محضی که من برای این دوستان کتاب رو میفرستم، خب اینا کتاب میخونن، طرح رو میفرستن، ما طرح برای نویسنده میفرستیم، این طرح آماده شده، نظرش رو بگو، نظرشون رو میگن، برمیگردونی به طرح، گهگاه طرح از نظر فنی تر اون نظرات رو نمیپذیره، میگه که نه اینجور که میگم نیست، این تر بار همینجور که من میگم هم، یا اینکه برای نظرات اصلاحی اون رو انجام میده. ولی سنجام این نیست که ما قهر کنیم، مثلا سنجام نویسنده، طراح، ناشر یک جایی با هم دیگه جمع میشیم، به این نقطه تلاقی میرسیم و کتاب آماده نشر میشه. ولی سرعت عمل ما شاید یکی از کاره هست، یک چیز هست که دوستان نویسنده خیلی خیلی بهش اشاره میکنن. من نقطه بعدیم که ما همچنان که اول گفتم اومدیم با سانسور مبارزه کنیم. ما نشر آفتاب نشری نیست که دنبال پول باشه، ما برای جمع کردن پول نیومدیم. شاید وقتی ما به نویسنده‌ها میگیم ما پول نمیگیریم و حیرت زده میشن که آقا ما در ایران میگن 20 میلیون بده بیا 200 نسخه چاپ میکنیم، شما چجوری میخوای پول نگیریم؟ میگیم به هر حال به خصوص برای دوستانی که در ایران هستن از اونها پول نمیگیریم، کتابشون رو منتشر میکنیم. دوستانی که خارج از کشور هستند اگر طرح کتاب رو خودشون بدن، میگیم که فقط به خاطر که هزینه های ما تأمین بشه شما خودتون باید تعداد چند نسخه کتاب بخرید. یعنی به چند دلیل هست، چون کیویت اسپیس بعضی وقتا کتاب رو وقتی که اصلا فروش نره از سیستمش حذفش میکنه، میگیم برای اینکه این کتاب بمونه و در آمازون هم و به معنی که کیویت اسپیس حذفش کنه، یعنی آمازون حذفش میکنه، به این خاطر این کتاب در سیستم آمازون بمونه میگیم باید چند نسخه کتاب حداقل خودت بخری. این شرط برای نویسندگان داخل ایران نیست، فقط برای نویسندگان خارج از ایران، چون به هر حال در خارج از ایران همه کسانی که اهل قلم هستن اونقدر هم درآمد دارن که بتونن چند نسخه کتاب خودشون رو بخرن. حالا اگر که طرح خود ما آماده کنیم به طرح تعداد بیشتر بدیم، باید تعداد بیشتری از کتاب خودشون بخرن که بتونیم حداقل هزینه‌های آماده سازی کتاب رو تامین بکنیم. آقای شکری، اگر بینندگان این برنامه بخوان در واقع خرید یکی از کتاب‌های شما بعد از پخش این مصاحبه در واقع سهیم بشن و بلافاصله پس از پخش این مصاحبه یک کتاب از نشر آفتاب بخرن، از بین 16 کتابی که منتشر کردید کدام یک را در واقع حتما توصیه می‌کنید به عنوان اولین کتاب خریداری کنن؟ اگر کتاب غیر فارسی زبان میخوان، خب بهتر میگم همون الایو انتیکینگ. اگر کتاب فارسی زبان میخوان، اگر این طریقه ها متفاوت میشه اینجا دیگه، اگر اهل رمان هستن من میگم سپنتا رو بخونید و به خصوص اون کتاب خانم مرجان ریاحی حریر مخمل بابونه بخرید. اگر اهل شعر هستید برها کتاب های زندیاد، زندیاد سهراب رحیمی کتاب خوبی هست، گزینه خوبی از اون هست. اگر اهل داستان کوتاه هستید مجموعه محمود فلکی داستان های غریب غربت.
خیلی ممنون آقای شکری، کم کم به انتهای گفتگو با شما نزدیک میشیم. سوالی داشتم راجع به یک ایده و اون ایده در واقع راه اندازی یک اتحادیه برای ناشران فارسی زبان خارج از کشور هست. شما این ایده رو چطور ارزیابی میکنید و به نظرتون چرا تا به حال اتحادیه منسجمی برای ناشران فارسی زبان خارج از کشور ایجاد نشده؟ ایده خیلی خوبی هست، امیدوارم که به سرانجام برسه، چون اگر چنین اتفاقی رخ بده این شاید نشر کتاب راحت تر انجام بشه. و اما شوربختی اونجا هست که ما ایرانی ها علارغم ادعاهامون هنوز کار جمعی رو یاد نگرفتیم. کار جمعی نیاز به تحمل داره، کار جمعی نیاز به این داره که نظر دیگران رو اگر نمیپذیریم قابل بحثش بدونیم، روش بحث کنیم، با طرف مقابلمون به صحبت و گفتمان بشینیم و بعد اگر به نتیجه نرسیدیم خب یه بحث سوال میشه. ولی متاسفانه هنوز فرهنگ کار جمعی بین ما ایرانی ها نیست. یادم هست اون سالایی که من مجله آفتاب رو منتشر میکردم، خانم ستاره درخشش از صدای آمریکایی اون زمان با من گفتگو میکرد، گفتش که نشریه آفتاب از اون نشریه هایی هست که دقیقا سر تاریخ دو ماه میاد بیرون، چون دو ماه نامه بود و تأخیر هم نداره. علت موفقیتتون چی هست؟ من گفتم اگه بخوام حقیقت رو بهتون بگم این است که چون تنها کار، چون واقعا اینه شما باید بیان توی جمع و یاد بگیریم که باید با جمع کار کنیم، ولی وقتی توی جمع میان هر کسی میخواد نقطه نظرات خودش رو به دیگران تحمیل کنه و همین موجب میشه که خب چنین چیزی رخ نده. در خارج از کشور متاسفانه بخش انتشارات خارج از کشور به خصوص اونهایی که به شکل یه مؤسسه هستن الان این ایران شده، کتاب رو بدون که نگاه بهش بکنن میگن مثلا $1,000 میگیریم چاپش میکنیم. حالا فقط دنبال اون $1,000 هستن، توضیح چه میشه معلوم نیست. دوستی من دارم که میگه با فلان ناشر از من پولی گرفته، حتی در شهر خود من این کتاب منتشر نشده. این خوره ای هست که متاسفانه از ایران منتقل شده به جامعه ایرانی خارج از کشور. این که میگم از ایران یعنی از ناشرای ایران. خب در ایران هم همه میدونن که میگن که 30 میلیون 20 میلیون پول میگیرن ناشرا و کتاب چاپ میکنن. یعنی کسی که وارد صنعت نشر شده، نه اینکه چطوری که به فرهنگ کمک کنه، وارد این صنعت شده که کیسه جیبش رو پر کنه. من خودم در زمینه نشر تجربه نداشتم، هیچ ادعایی هم ندارم. امیدوارم که هر چه زودتر بساط سانسور در ایران جمع بشه و دوستانمون چه در ایران چه در خارج بتونن کتاب‌هاشون رو با فراغ بال در ایران منتشر کنم. من هم انتشاراتمو می‌بندم و میرم دنبال کارهای ترجمه، کارهای نوشتن خودم و کتاب‌هامو مثل بقیه دوستان میدم به ناشرای ایرانی چاپ کنم. واسه خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای عباس شکری، ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. زمان برنامه ما به انتها رسیده. بینندگان عزیز، امیدوارم که شما هم از این برنامه به سهم خودتون استفاده کرده باشید و در واقع با انتشارات نشر آفتاب آشنا شده باشید و پای صحبت ما در این یک ساعت نشسته باشید. حمایت مردم ایران از ادبیات برون مرز و ادبیات درون مرز میتونه در واقع به زنده نگه داشتن این رگه فرهنگی کمک بکنه. آقای عباس شکری، ممنون از اینکه در این برنامه شرکت کردید و وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. صحبت پایانی اگر دارید یا نکته یا مطلب خاصی هست بفرمایید تا با شما و همراه با بینندگان این برنامه رو به انتها ببرید. من سپاسگزار هستم از شما و برنامه زهره ادبیات که امکان صحبت کردن با دوستان هممیهنم رو در گوشه گوشه دنیا و همزبانانم رو فراهم کردید. فقط در آخر بگم یک بار دیگه، هم ایمیل نشر آفتاب رو اعلام میکنم و هم آدرس سایت نشر آفتاب. ایمیل رو همچنان که گفتم آفتاب
www.publication@gmail.com. سایت آفتاب هست www.opersian.com. www.opersian.com. بسیار خب، من تصدیق میکنم بینندگان این برنامه آدرس سایت رو الان در زیر نویس ملاحظه میکنم. آدرس سایت هست www.aftab.opersian.com. امیدوارم که شما هم از این مصاحبه به سهم خودتون استفاده کرده باشید. برنامه رو به انتها میبریم و برای همه شما عزیزان، همه شما بینندگان و شنوندگان آرزوی سلامتی و شادی میکنیم. تقریبا نوروز هم به انتها رسیده، گفتگونا در واقع این هفته هم در دومین هفته تولید برنامه در سال 96 به انتشارات و نشر و ناشر اختصاص دادیم. نشر آفتاب هم در حافظه جمعی برنامه ما ثبت شد و امیدواریم که در این زمینه اطلاع رسانی و آگاهی رسانی کرده باشیم به سهم خودمون در این برنامه. برای اطلاع از سایر برنامه های ما به صفحه فیسبوک و کانال تلگرام ما میتونید سر بزنید. آدرس صفحه فیسبوک و کانال تلگرام برنامه در زیر نویس هست. تا دوشنبه دیگه و گفتگوی دیگه با یکی از اهالی اندیشه، ادبیات، نشر و زبان فارسی، پیروز و شاد و پاینده باشید. خداحافظ.